با سلام، آرزو هستم از فالکری آرزو. سلام به شما دوستان و بزرگواران، همراهان همیشگی بنده. خدمت رو عرض کنم که امروز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه براتون یه کالا قهوه کلی آوردم. منتها اولش میخوام یه صحبت دوستانه بکنم. یه اولشی عرضی دارم خدمت بعضی از دوستان که مقدار دارن کم لطفی میکنن. ببینید دوستان عزیز، مهربانان، همراهان گرامی، که من وجود شما برای من بسیار با ارزش. نظراتتون، حضورتون، تک تک نظراتی که میده، اصلا تک تک حضور تک تکتون، همین که منت میذاریم، یعنی پست ها رو دیدم میکنین، از تک تکتون سپاسگزارم و قدردانتون هستم. اینو که بحثش جدا، اما تعداد محدود و شاید یه تعداد خیلی جزئی هستن، البته حالا هم خیلی جزئی هم نه، ولی هستند که ببینین دوستان، ساعت فال 10 صبح تا 10 شب فال انجام میشه. به معنی این نیست که شما 10 شب زنگ بزنید برای فال، نه، 10 شب دیگه طرف این شخصی که میخواد فال بگیره تمام کارش رو قبلا انجام داده، شسته رفته، 10 منتظر فالشه. خب پس ما ساعت انجام فالمون از ساعت 10 صبح تا 10 شب انجام میشه. و اگر تمایل به انجام فال دارین، اول من قیمت رو براتون بگم. فال قهوه کلی به همراه 7 برگ ورق پاسور که تکمیت هستش انجام میشه، که مکمل فال شماست، 90,000 تومن هزینش هست. این از هزینش که دیگه براتون نقطه ابهامی وجود نداشته باشه. درست شد؟ اما اگه میخواین حالا فال بگیرین، فال قهوه کلی میخواین بگیرین، در رابطه با خودتون و پیرامونتون فال میفته و همه اینا بستگی به این داره که زمانی که دارین نیت میکنین، نیت در مورد چی میکنین، همون این تو نقش میبنده و شکلش میفته. انشالله که اینطور میشه و شما هم راضی خواهیم بود انشالله. اما برای اینکه ارتباط برقرار کنیم، برای اینکه بخواین فال براتون گرفته بشه، لطفاً از طریق شماره‌ای که توی گذاشته شده، شماره واتسابی که براتون گذاشته شده، داخل واتساب فقط پیام بذارین، فقط پیام، صوتی اینا اصلا، یه پیام بذارین که بنده فال کرده آرزو، من میخوام فال بگیرم. شما مطمئن باشین که بنده تو اولین فرصت با شما تماس میگیرم یا پیام میدم، صوت میذارم، یه کاری میکنم، بقیه حرکتی انجام میدم که شما رو مطلع میکنم، که به روی چشم با هم هماهنگ میکنیم برای انجام فال. و زمانی که شما بزرگواری میکنین و برای من پیام میذارین، از 9 صبح تا نهایتاً 11 شب. ببینین ساعت 3 صبح تصویری تماس، من اگه بخواستم تصویری فال بذارم که دیگه این مدلی نبود. 2 نصف شب، 1 نصف شب، متاسفانه من دیشب ظاهراً اشتباه دستم نخورده، فکر کردم که اینترنت رو قطع کردم، متاسفانه نشده بوده. 4 صبح، 3 صبح، 2 نصف شب، زنگ، پیام، متنای بلند بالا، من باور کنم وقت نمیکنم اینا رو بخونم. این خلاف ادب نباشه، فکر کنین بی ادبی میکنم، و وقتش رو ندارم. وقتی هم فال تموم میشه خستم دیگه، مغزم کشش نداره حالا بشنم یه متن بلند بالا رو بخونم. و اصلا نیازی نیست شما بیوگرافیتون رو بگیرین، قرار من برای شما فال بگیرم. اصلا نیازی نیست شما توضیحی در مورد زندگیتون به من بدین، هیچ. من فقط از شما اسم شناسنامی شما رو میخوام، شما مبلغ رو واریز میکنین، نه حالا اون پروسش بحث جدا. من روی صحبتم بیشتر روی این قضیه است که خواهش میکنم یه چیزایی رو رعایت بفهمین. بندم زندگی دارم، درگیری خودم رو دارم. از 9 صبح توی واتساپ میتونین پیام بذارین برای اینکه فال میخواین انجام بدین، خب، تا نهایتا سقف 11 پیام بذارین. اگر اون لحظه هم به شما پیام جواب نمیدم، قطعا درگیرم که نمیتونم پاسخگوتون باشم. این یک. و خواهش میکنم پیامایی که میدی فقط در حد همین باشه که قیمتم که متوجه شدین، فقط بفهمید که اسم شناسنامیتون بفهم، بفهمید که بنده فال میخوام، همین کافیه. بنده تو اولین فرصت پاسخگوتون هستم. و اینکه آنلاین بودن من به معنی این نیستش که شما هر موقع خواستین تماس بگیرین، پیام بذارین، نمیدونم برای من کارت بکشین لطفا. من این کارا رو برای کسی شاید تا به امروز انجام دادم، ولی دیگه انجام نمیدم. هر البته که شما قطعاً خودتون میدونین قیمتی که من برای فال گذاشتم خیلی پایین‌تر از خیلی خیلی جاها هستش. حالا مثلا کار به داستان داخل یوتیوب ندارم،
بیرون، چون من الان 3 تا پیج دیگه هم هست، دوستان خارج از پیج هستن، همه اینا رو به جوابگو بشم. پس خواهش میکنم فقط در حد یک پیام در واتساپ برای انجام فعال خواهش میکنم و زمانش هم فقط 9 صبح تا 11 شب برای پیام گذاشتن. از تک تکتون سپاسگزارم. مطمئنم که شما هم اینو حتما دیگه از امروز به بعد رعایت میکنید. تشکر میکنم. اما بیایم سر فعالمون. فعال قهوه کلی چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه نیت کنید لطفا. ببخشید که پرحرفی کردم ولی لازم بود که بگم. نیت کنید لطفا. چهارشنبه 28 اردیبهشت فعال قهوه کلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید بسو. خب متاسفانه مشکلات زیاد همچنان افراد زیادی درگیر یک سری مشکلات هستن. منتهاش بعضی ها مشکلات جزئی، بعضی مشکلات کلی، یعنی مسائلی که احساس میکنی قابل حل نیست. حالا باید بریم تو فال ببینیم چی میگه. یک سری مسائل جزئی هست که خب حل شدنیه، ولی یک سری مسائلی رو میبینم که انگار یه مقدار همچنین مشکلات گنده و عدیده هستش. از نظر احساسی هم احساستون خیلی زیاد به نظر نمیاد، اما بیاین فال چی میگه. خب آقایی رو دارم میبینم که از دست مشکلات دادش در اومده، داره فریاد میزنه. آقایی که از بس مشکلات پشت سرش ریخته، کوهی از مشکلات ریخته دورش، داره فریاد میزنه دیگه، به جونش به لبش رسیده، داره داد میزنه. توی خونه سنگینی و سیاهی دارم میبینم. سنگینی منظورم سنگینی بگو مگوه ها، نگاه تو خونه که بحث رو بگو مگو خیلی تو خونه شون خیلی حرف و حدیث و حرف و سنگینی دارم توی خونه میبینم، توی چارچوب چهار دیواری. حالا احتمال داره این چهار دیواری تو میتو کارتون باشه. خب خدا رو شکر جفت شدن احساسی هم هست. بله مثلث عشقی چه خبره؟ چه خبره؟ خب دو تا پول کوچولو به زودی به دستتون میرسه، دو تا پول کوچیک به زودی به دستتون میرسه، یه مشکلتون حل میشه انشالله. خب بیم سر فعالمون. یه تمرکز کوچولو بکنم. ببینید اول که یه صورت، یه آدمی که روشن سفید، یه خال روی صورتش داره، یه خال روی صورتش داره ولی فکرش درگیر. آدمی که کلن آدم مثبتیه ها، آدم مثبتیه معذرت میخوام آدم مثبتیه، ولی نشانی هم در صورت داره. حالا خال ماه گرفتگی نمیدونم، یه نشانی در صورت داره ولی فکرش درگیر مشکلاته، درگیر مشکلاته. حالا به چی فکر میکنه؟ مشکلات که ماشاءالله یکی دوتا هم نه، مشکلات عدیدهی که داره ایشون. خب پس خبر مالی بهتون بدم، اگه منتظر یک ارث، یک پول، البته که این مثل ارثه، پول قلمبه هستش، نمیدونم چی هستش، انگار این پولیه که شما هم درش دخیلین. حالا چیزی ملکی قرار فروخته بشه، یه چیزی به شما هم تعلق میگیره، یه مالی فروخته میشه، یه چیزی مثل ارث. حالا ارث از به واسطه کسی انگار بهتون داره میرسه، کبوتر براتون خبر میاره که این پول به شما هم میرسه، خبرش به گوشتون میرسه و انشالله که این پول به دستتون قطعا میرسه ها، قطعا. مثل ارث شما درش دخیلین، شما هم سهم دارین و خیلی هم روشن و خوب افتاده که به دستتون میرسه. خب اما گفتم بهتون سنگینی رو دیدم براتون، بازم تاکید میکنم سنگینی منظورم این نیست که نمیدونم چی، هیچی، صحبتم این هستش که انگار بگو مگوهایی رو دارم میبینم، بازم بحث و مشاجره دارم میبینم بین خانم و آقایی که با همدیگه بگو مگو میکنن، هیچ نسبتی هم با همدیگه ندارم. مثل دو تا دوست، دو نفر، یه آقایی که انگار کلاه به سر گذاشته، حالا طرف مقابلش نمیدونم کاملا مشخص نیست ولی احتمالاً بعد خانم باشه، روبروشون ایستاده، روبروی هم دیگه وایستادن، بگو مگوی بد، تون، بد، اصلا خیلی سیاهی، سنگینی، حرفایی مثل که ظاهرا بدی بینشون رد و بد داره میشه. با
بازم پول به دستتون میرسه، اما یک سفری هم معذرت میخوام یک مسافری انگار داره به سمت خونتون میاد، میهمان دارین، حالا یا مهمونی دارین یا میهمانی داره به خونه شما داره میاد، شخصی داره به خونتون ورود میکنه. خب شروع رابطه شکل گیری جدید، دو نفر با هم رابطه ای رو شکل میگن که منجر به ازدواج میشه. تا یک وعده نزدیک، وعده های من وقتی میگم یعنی از همین امروز دوست شما رو تو رو بندازین انشالله، تا یک ماه دیگه جواب گرفتین خبر بهم بدین انشالله. رابطه شکل گیری آقا و خانمی که ریشه پیدا میکنن، ازدواج، ازدواج میگم منظورم نیست تا یه ماه دیگه عقد و عروسی و جشن و شادی باشه، نه، تکلیف زندگیتون مشخص میشه تا یک وعده نزدیک انشالله. ببینی اینجا دارم این چیزی که دارم میبینم اینطوری بگم، نمیدونم حالا یه جور شلوغ بلوغ دارم میبینم، حالا نمیدونم انگار که دو نفر میخوام با هم یه رابطه دوستی رو شکل بدم، ولی هرچی هست یه جایی که خیلی شلوغه، حالا مهمونی، پارک، کافی شاپ، نمیدونم، دو نفر انگار توی یک جایی با همدیگه آشنا میشن، شکل گیری یک رابطه جدید در یک جایی پر رفت و آمد، جایی که رفت، مثل پارک، مثل کافی شاپ، مثل مهمونی، توی یه جایی با هم دیگه دو نفر رابطه احساسیشون شکل میگیره، دوست میشن با هم دیگه. حالا انشالله که این دوستی قطعا به ازدواج ختم بشه و ما خوشحال بشیم، قطعا عشق نه، انشالله که ختم بشه. خب یه سفر دارم میبینم، میگه کسی قراره به یک جایی بره، به یک راه دور بره، خانم آقاشون نمیدونم، هرچه که هستش قراره به یک راه دور، یک سفر بره، حالا کاری، مالی، احساسی، هرچه هست، یکی از اعضای خانواده جدا میشه و به یک راهی میره، یک راه مسیرش رو انگار جدا میکنه از خانواده، حالا یا به واسطه تحصیل مجبور از خانواده جدا بشه، مثل مهاجرت بکنه از این شهر، حالا یا شهر به شهر یا به کشور، هرچه هست یه بود مسافت طولانی رو باید طی بکنه، یا به واسطه کارش بعد از خانواده‌اش فاصله بگیره، یا از نظر احساسی انشالله که ازدواج میکنه و از خانوادش جدا میشه میره سر خونه زندگی خودش انشالله. نمیدونم یه عدد 12 افتاده، اگر خبری، زنگی، تماسی، چیزی قرار بهتون اتفاق بیفته انگار پستشیه، انگار قرار یه خبری بهتون برسه، پستشی، نامه‌ای، پیامی، پیغامی، یه چیز قرار بهتون برسه، عدد 12 افتاده، حالا امروز که نمیدونم 28مه یا تا 12ام ماه، تا 12 روز دیگه یه خبر خوش بهتون میرسه ها، خبر خوشه، ان شاءالله که مالی باشه، دلتون شاد بشه، چون الان اکثرا همه درگیر مالیه، مشکلات مالی، یه بسته، سوغات، پول، یه چیزی به تو میرسه ها، به زودی، تا 12، حالا 12ام ماه، 12 روز دیگه، یه همچین چیزی، ماه آینده رو میگم، 12ام ماه آینده، یا تا 12 روز دیگه. خب خب حواستون جمع کنین، افرادی رو میبینم که انگار مسئله سیکرت دارن، یه چیزی که انگار مخفی کاری دارن میکنن، خیلی هم زمان طولانیه که دارن یه چیزی رو قایم کردن، مخفی کاری دارین میکنین، مسئله خصوصی انگار دارین، یه چیزی دارین، هر چی که از حواستون جمع کنین که این به واسطه یک خانم دستتون رو میشه، به واسطه یه خانم، حالا اگه خانومی به واسطه خانم، اگه آقایی بازم به واسطه یه خانم دستت رو میشه، حواستون جمع باشه، مدت زمان طولانی یکی یه چیزی رو قایم کردی، مثل یه سر، چیزی که باید مخفی کاری بشه، این مثل یه راز برای خودت نگه داشتی، این قضیه رو نذاشتی کسی بفهمه بو ببره. خب متاسفانه میبینم دست تعدادیتون تنگ، ماهی سیاهی افتاده که انگار از نظر روزی مقدار تو مضیقه قرار گرفتین، افرادی که الان تو مضیقه قرار گرفتین، اما خدا رو شکر تو دهن این ماهی ببینین روشنی افتاده، انشالله که پولی به دستتون میرسه، به بازم افتاده به یه وعده، انشالله که کمتر از یک ماه آینده، یه روز دیگه از امروز تا یک ماه آینده انشالله که این پول به دستتون به زودی برسه، انشالله به ماه نکشه. ببینید نمیدارم آقای یا خانم، هر کی که هستش کدر افتاده، تیره افتاده، انگار که پشت کرده به کسی، انگار که رابطه کات شده داره، جدا شده، یا اینکه کلن همه رو پشت سرش گذاشته، یا سختی هایی رو پشت سر گذاشته، هرچی از تک و تنهاست و گذشته دار، تک و تنها افتاده، یه گوشه خود از همه فاصله گرفت، تنها یه گوشه و پشت به همه کرده،
یه همچین شخصیتی، حالا خانم یا آقاشو نمیدونم، ولی هر چی که از راه برات باز میشه راه روشنه. احتمالا خانم باید بشه، چون روبروش ببینی اینجا یه آقاییه که روشن افتاده روبروش و قدم مثبت برات برمیداره، پس احتمالا شما خانم باید باشی یا آقایی هستی که کاری رو میخوای، شاید نیازمند کاری هستی که آقایی حمایتت میکنه. ولی من این چیزی که من میبینم، من احساسم اینه که یه خانم باید باشه که رابطه یک کات شده داره و بیشتر این آقا جنبه احساسی باید داشته باشه، انگار به سمتش قدم برمیداره. آقایی که عینک داره یه کوچولو شکم هم باید داشته باشه، این همه شکم داره ایشون. خب باز درگیری شدید فکری دارم میبینم، افکاری که پریشون آشفته، حالا دارین مسائل مشکلاتتون دارین فکر میکنی، نمیدونم این ذهن تعدادیتون شدیداً درگیره. ببینید آقایی به واسطه شخصی که هر تو اسم یا فامیلش دال داره به زودی خبر خوش میشنوه. محسن، محسن کیه؟ شخصی که به اسم محسن داره یا میم ه سین نون توی اسم یا فامیلش داره به زودی خبر خوشحال کننده میشنوه، یک راهی براش باز میشه یا به واسطه یه همچین شخصی راهی برای شما باز میشه به وسیله شخصی یا اسمش محسنه، فامیلش محسنیه، همچین چیزی، یا میم ه سی نون توی اسم یا فامیلش داره به زودی. خب یه تعدادی انگار کمر نگاه کنی به جا خوابیده، انگار کمر درد دارن، دیسک کمره، نمیدونم همچین چیزی، کمر درد داره میکشه، درد داره میکشه فراوون، کسی هم بر بالینش وایستاده و داره ازش پرستاری میکنه. خب ببینین چهار دیواری که نگاه کنین، کدر و سیاه افتاده. حالا این چهار دیواری یا تو خونتونه یا تو محیط کارتونه، هر چی که هستش توش خیلی بلبش و آشوبه، کدر و سیاه افتاده، انگار خیلی حالا بگو مگوه یا مریض تو خونتون دارین، نمیدونم هر چی که هست یا چه چیزی توی خونتون درگیرین، شدیداً درگیرین. یا آقایی که ببخشید درشت اندام جسته درشتی داره، انگار به واسطه شکم که نسبتا بزرگی داره حالت پشتش حالت کولمانند هم داشته باشه، همچنان حالتی میبینم ایشون براتون یه قدم برمیداره ها، یه قدم روشن براتون برمیداره. آقایی که با این مشخصات درس کردم، این همه هیکلشون درشت اندام سیبیل هم داره، براتون قدم برمیداره، قدم خوب براتون برمیداره، روشن. خب ازدواج دارم میبینم براتون، ازدواج، جفت شدن دارم براتون میبینم، ازدواج. ببینید دو نفری که با هم دیگه ازدواج میکنن، چون انتها با هم دیگه رسیدن دارم، ولی یه مشکل بینشون هست. حالا الان مشکل وسط چیه نمیدونم، بعد یه مشکلی رو برطرف بکنن تا این ازدواج شکل بگیره. یه مشکل الان بینشون هست وسط، یه گیر دارن، یه مشکل الان افتاده براشون. خب متاسفانه خبر بدم، خبر مریضی کسی به گوشتون میرسه، یه مقدار متاثر میشین، کسی به گوشتون میرسه که مریض احوال به جا خوابیده و شما رو ناراحتتون میکنه، از شنیدنش ناراحت میشین. مواظب باشین که فضول تو خونتون زیاد میاد و میره، کنجکاو، زیادی کنجکاو، آدمی که زیاد از اندازه کنجکاو تو خونتون مراوده داره میکنه، میره و میاد، فکر میکنم خانم باشه. ببینیم موشه، ولی موشه موجه های بلندی داره، احتمالا خانم باید باشه دیگه، انگار میاد تو خونتون سرک میکشه، خبر میاره، خبر میبره، همچه حالتی. یه موش داری توی خونتون، حالا یا تو محیط کارتون، نمیدونم توی چارچوب خونتون، یه جایی که سقف داره، یه آدمی که زیاد از اندازه کنجکاوه ها، بیش از حد کنجکاوه، سرک میکشه توی خونتون. خب متاسفانه دارم بحث و درگیری میبینم، حالا نمیدونم این چیه، بذارین خوب ببینم، بگو مگو مشاجره. خب بذارین اینطوری براتون بگم، ببینین نمیتونم بگم خانم آقاشو، مطلقا نمیتونم تشخیص بدم متاسفانه، ولی دو نفر دارم میبینم که دهناشونو باز کردن و خطای سیاه داره میاد بیرون از دهنشون، حرفای زشت دارن به هم میزنن، بگو مگوی بد. ببینین این حالا خانومی دو تا آقان یا خانم آقان، نمیدونم حالا هرچی هستن که به نوعی به هم ارتباط دارن، نمیدونم چی هن. یه چیزی بینشون هست، یه پل ارتباطی بینشون هست، حالا یا دوتا شریکن یا زن و شوهرن یا دوتا دوستن، هرچی که هستن، ولی نمیتونم تشخیص بدم خانم و آقا بودنشون، دوتاشون آقان، خانم و آقان، نمیدونم هرچی هستن، یه ارتباطی بینشون هست، یه دوستن، شریکن، زن و شوهرن، هرچی که هست بینشون،
درگیری بد بینشون رخ میده، ولی هرچی که از کارشون به درازا میکشه ها، یعنی یه چیزی که انگار یک شخصی مثل یه آدم قدرتمند، حالا کسی یا بزرگیه که هستش حرف شنوی داره، این حرفش برش داره میاد وسط و وسط رو میگیره، یا اینکه کارتون به دادگاه و قانون و اینجور چیزا میکشه. تش اینجوری من دارم میبینم، هرچی هستش میبینم که شخصی که این وسط وای میسه یه آدم قدرتمند، حالا قانون، وکیل، قاضی، یه آدمی که با حرفش برش داره، یه همچین کسی باید بیاد وسط. خودتون اپسش بر نمیاد، خودتون همچنان باز کردین دهن و یعنی هر چه دهنتون در میاد به هم دیگه میگین، چون که خطای سیاهی که دهنتون در میاد بیرون. اگه میخواییم بیرین خرید بکنین، اگر چیزی که فقط خریدی گرفتیم ولی تای سوراخه، اگر یا زیاد از اندازه خرید میکنین ول خرجین، یا اینکه از این ور پول میاد از اون ور میره، چون این سوراخی که هست اینه، انگار که این چاله رو پر میکنی چاله بعدی آماده است، اون چاله رو پر میکنی چاله بعدی آماده است، یه همچین چیزی، انگار که همش هزینه 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 هم اینطوری. خب گفتم خبر بیماری داریم. یک تغییر توی زندگیتون دارم میرم، حالا نمیدونم این تو محیط کارتونه یا تو خونتون هستش، هر چه که هست جهش دارین، حرکت دارین، قدم بزرگ، گام بزرگ دارین، یک قدم بزرگ. انگارم میترسینا، انگار یه پاتون میره عقب، یه پا میره، انگار چی میگن با احتیاط میخواین قدم رو بردارین، میترسین، یه همچون انگار که نه چجوری بگم، انگار که نمیدونیم این کارو بکنی یا نکنی، میترسین از آیندهش. روشن روشن افتاده، روشن روشن، نترسین، قدمتون رو بردارین. اگه میخواین کار جدیدی انجام بدین، خونتون میخواین عوض کنی انجام بدین، اینقدر احتیاط نکنین، انگار یه پاتون رو انگار پس میکره، با یه پا پس یه پا پیش، هم چه حالتی دارین، مرددین سر این کار، حالا احساسی، کاری، مالی، نمیدونم، هم چه حالتی دارم براتون میبینم، مرددین، انجام بدین، چون روشن براتون افتاده و یه آقایی هم تو این زمینه کمکتون میکنه، حالا یا شخص احساسیتونه، ازدواجیه میخواد رخ بده، یا یه آقایی هرچی هستش، انگار یه آقایی وسط دخیله داره کمکتون میکنه. سر سجاده نشستین و دارین خدای خودتون رو صدا میکنین و از خدای خودتون طلب کمک میکنین. خانم باردار شکمش رو بریم، چه قشنگ افتادی، خانم بارداری رو دارم میبینم، آقایی هم جلوش داره میرین، خانم هم پشت به پشتش داره میرین، انشالله که داریم میرین برای زایمان، انشالله. خب ببینید، ببین یه درخت کاج افتاده، درخت کاج تعبیرش زیاده، چند تا تعبیر میتونم براش بکنم. خب درخت که کلا موفقیت و پیشرفت و ارتقا و این چیزا، همه اینا رو تو خودتون میدونی، پیشرفت، ترقی، ارتقا، از پایین به بالا رفتن، اوج موفقیت رو براتون داره انشاءالله. خب اما برای دوستان مسیحیمون، چون کاج هست میتونه برای این دوستان هم معنی داشته باشه، معنی که برای این دوستان داره حاجت رواییه، به مراد در رسیدنه، یا اینکه ارثی بهتون میرسه، البته که کلفال برای شما هم صدق میکنه ها، ولی چون کاج افتاده، کاجم که برای کریسمس همچه حالتی داره، بیشتر رو این براتون تاکید کردم، اگه دوستانی داریم که جزء اقلیت هستن به خاطر این براتون اینو گفتم، ولی که کلفال هیچ فرق نمیکنه، هر کی که میخواد ببینه بعد در موردش صدق میکنه، انشالله که اخبار خوشش براتون صدق کنه. پس یا ارثی بهتون میرسه یا حاجت روایی براتون افتاده، هر چه از موفقیت انشالله براتون، چون این فول از همه جا میبینن دیگه. خب این موشرم خیلی مواظب باشینا. خب یه خبر بدم، ببینید متاسفانه خوب نیست اینو بگم، ولی ما خانمی، ولی خب باید بگم دیگه، خانمای عزیز، یه چیزی مثل ملافه میبینم، همچنین چیزی دارم میبینم براتون، انگار که یه خود تو خونه داری، داری ضعف دارینا، این ضعف ممکنه زندگیتون رو تخریب کنه، از نظر خانداری عرض میکنم، برای تعدادی اشتاله که انگوش شما رسنی افراد که انگار همچنین دل به کار نمیدن توی خونه، از نظر کاری سر و سامانی به زندگیشون نمیدن، انگار به وضع زندگی خیلی نمیرسن و آقایی رو میبینم که خیلی شاکی جلوتون ایستاده. یه خود مواظب باشین لطفا. یه بار دیگه اینا رو ببینم که چیزی از قلم نیفته.
دیگه تمومش کنیم. کبوترم که گفتم بهتون، کبوتری که خبر احساسی براتون میاره و خبر خوش، هم میتونه خبر مالی باشه چون این ور افتاد، خیلی هم چشم انتظاری داریم میگشه، همین که میتونه از نظر احساسی باشه هم از نظر مالی خبر خوش داریم. ازدواج هم که 100% افتاده، 100% ازدواج براتون افتاده، انگار که نیمه دوم قلبتون رو پیدا میکنین. دختر و پسرهایی که قصد ازدواج داری، نیمه دوم گم شده تو، نیمه دوم قلبتون پیدا میشه، به زودی اتفاق براتون میفته، به زودی. تعدادی رو دارم میبینم که انگار توی جایگیر افتادین، نمیدونم انگار راه گریز ندارین، نه راه پس دارین نه راه پیش، گیر افتادین با یک سری از مشکلات، چاره جو سوختن و ساختن فعلا ندارین. ولی یه چتر حمایت دارم میبینم، تعدادی از افراد رو دارم میبینم، حالا نمیدونم خانم یا آقا، به واسطه یه شخصی دارین حمایت میشین. حالا خانمین به واسطه یه شخصی دارین، انگار کسی مثل چتر حمایتتون میکنه و حامیتونه، حالا مالی ساپورتتون میکنه، کاری ساپورتتون میکنه، من نمیدونم. یک چتر حمایت دارم میبینم برای افرادی که انگار شخصی داره حمایتشون میکنه، افرادی رو تحت حمایت قرار داده، حالا یه آدم خیریه افرادی رو تحت پوشش قرار داده، یا اینکه آقای خانومی رو تحت حمایت خودش قرار داده، زیر چتر حمایتش مالی، کاری، هرچی، یا بالعکس خانومها کسی رو تحت پوشش قرار دادن، نمیدونم. به هر حال یک چتر حمایت دارم میبینم، تحت حمایت کسی هست. سه چند تا صفر، اگه منتظری پول تو رقم سه با چند تا صفر هستین، به زودی به دستتون میرسه، انگار داره میاد، داره میاد هم جو به سمتتون، داره این پول به سمتتون حرکت میکنه، یک کوچولو زمان میبره ولی به دستتون میرسه. عدد سه، مبلغ پولی به رقم سه با چند تا صفر. خب ببینید، اینجا من یه چیزی دیدم، متوجه نمیتونستم دقیقا تشخیص بدم. یه آقایی رو دارم میبینم، آشه مشخصه. یه آقایی که لباسش لباس خاصیه. نمیدونم حالا یه جایی داره کار میکنه، یه لباس فرم به تن کرده، لباس فرم پوشه، یا اینکه یه سمت خاصی داره، یا رشته تحصیلی خاصی داره، مثل قاضی، مثل وکیل، مثل نظامی، مثل پلیس، نمیدونم، دیگه خودتون ببینید. یوش به تبع شغلش مجبور یک لباس خاصی رو پوشه تن تنش بکنه. این آدم بسیار روشن و مثبتی و قدمی براتون برمی‌داره، انگار که این همچین آدمی و قراره براتون کاری بکنه، انگار یه سندی رو براتون حکمی رو انجام بده. ببینید یکم افتاده، شده تو یه وعده دیگه، انگار یه حکم قراره براتون به تایید این برسه. ببینید مهر رو می‌بینید، آدم روشن ولی لباس فرم پوش. چرا این خانم‌ها اینجوری همش دائما یک کنجی میشینن، تکیه میدن، گریه میکنن؟ اینقدر غم و غصه برای چی میخوری؟ درسته مشکلات هست میدونم، ولی دیگه اینقدر عشق برای چی خانم‌ها میریزین؟ بعضی از خانم‌ها دارن همینجوری گوشه نشستن تو خلوت عشق میریزن. یه آقایی هم دارم میبینم میگه ناحیه پا، زانو، میگه زانوشو گرفته داره ناله میکنه. یه آقایی زانوشو گرفته داره ناله میکنه. حالا دیگه نمیدونم مشکلشون چیه. انشالله که راه دوا درمون میکنه، انشالله که مشکلشون حل میشه. توکل به خدا. انشالله که هرچی اخبار خوش و خیره برای تک تکتون رخ بده و هرچی اخبار بده معلوم اینو میشورم، میسپارم به آب روان، ببرتش و برای هیچ کدومتون انشالله که اتفاق نیفته. امیدوارم که از این فال لذت برده باشین، ایام به کامتون باشه. پس قرارمون شد فقط برام توی واتساپ پیام میذارین، اگه نظر میخواییم بدین که خب توی همونجا که زیر پست میذارین، اگر میخواییم که قرار برای فال بذارین، هماهنگی فال انجام، قیمت که عرض کردم بازم تاکید میکنم، فال قهوه‌ای کلی با تکمیت ورق، این هفت برگه ورق پاسوی که انتها کشته میشه 90,000 تومان هستش و قیمت که دیگه کاملا مشخص شد، پس خواستین پرداخت میشه. تکنیت رو نمیدم بر من خواهش بکنم، اینا تمنا میکنم ازم نخواهی، نه فرصتش رو دارم، منو تو مزوریت اخلاقی لطفا قرار ندین، تمنا میکنم. و اینکه بزرگواری بفهمید از 9 صبح تا نهایتا 11 شب توی واتساپ فقط پیام بزنید، تو اولین فرصت باهاتون هماهنگ میکنم برای انجام فال. ایام به کامتون باشه، خدا نگهدار.